اما در این قسمت از برنامه خیابان زندگی همراه با هم مروری داریم بر چند رویداد مهم ورزشی در حوزه ورزش زنان در ایران. زنان کشتیگیر آلیش ایرانی برای نخستین بار در کنوانسیون اسپورت آکورد سوچی روسیه به اجرای فن پرداختند. برنامه ما این هست که در مرداد ماه مسابقات قهرمانی آسیا رو به میزبانی ایران خواهیم داشت. بعد از اون مسابقات جهانی رو خواهیم داشت که فکر می‌کنم در لهستان باشه، هنوز به قطعیت نرسیده. در واقع ما اردوهای مستمر و پیاپی خودمون رو خواهیم داشت تا مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان. در این نمایش ها ساحل گوران و اکرم خانی، دو ورزشکار زن کشتیگیر آلیش یا کشتی با کمربند ایرانی، شرکت داشتند. اکرم خانی در گفتگوی گفته است که او و ساحل گوران متأهل هستند و همسرانشان هر دو از حضور آنها در کشتی حمایت می کنند. اکرم خانی تاکید کرده که زنان نباید از حضور در ورزش کشتی در هیچ جای دنیا ترس داشته باشند. بنا به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، این هفته رباب شهریان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه برگزاری مسابقات دو و میدانی پیش فصل زنان توضیحاتی را در خصوص آخرین اخبار دو و میدانی داد. از جمله اینکه سرپرست فدراسیون دو و میدانی به زودی انتخاب خواهد شد. او سرپرست آینده فدراسیون دو و میدانی را کسی می‌داند که از پتانسیل و فرصت‌ها در بخش زنان استفاده کند. او با توجه به کسب 3 و 8 سهمیه توسط زنان ورزشکار ایرانی در المپیک‌های پکن و لندن و تغییر نگاه به ورزش زنان در ایران پس از بازی‌های آسیایی اینچه اون اظهار امیدواری کرد که با نگاه توصیه محور زنان ورزشکار ایران سهمیه‌های بیشتری را در المپیک 2016 ریو کسب کنند. این هفته شهریان در اقدامی دیگر هم از اردوی تیم ملی فوتسال بانوان ناشنوا بازدید کرد. جام نیوز گزارش داد که این هفته در جریان بازی تیم‌های فوتبال نفت مسجد سلیمان و استقلال خوزستان، تعدادی از زنان فوتبال دوست مسجد سلیمانی از خارج از ورزشگاه شهید محمودی به تماشای بازی نشستند. تعدادی از این زنان تماشاگر پلاکاردی را نیز در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: رفتن به استادیوم حق مسلم ماست. همچنین این هفته سایت رسمی فدراسیون فوتبال از برگزاری کمپ آماده سازی تیم‌های زیر 19 سال زنان فوتبالیست از 7 تا 12 اردیبهشت ماه خبر داد. این اردو تحت مدیریت مهناز امیر شقاقی برگزار خواهد شد. این اردو در حالی برگزار می شود که تیم ملی فوتسال زنان ایران 14 اردیبهشت ماه برای رقابت با روسیه و اسپانیا به روسیه اعزام خواهد شد. یکی از مهمترین خبرهای ورزشی هفته شکستن 18 ثانیه‌ای رکورد ایران در 100 متر با مانع زنان توسط الناز کمپانی بود. رکورد قبلی هم متعلق به خود او بود که سال گذشته پس از 37 سال جابجا شده بود.